محموله‌ای مشکوک قرار است وارد کشور شود. بسته‌ای که از آمریکا برای ایران ارسال می‌شود. مبدأ تا مقصد را چشمانی نظاره‌گر است. دستگاه ارتباطی استارلینک. نام دیگرش اینترنت ماهواره‌ای. از طریق ازدواج من اقامت آمریکا دارم سالیان ساله. اقامت آمریکا را دارد. به ایران رفت و آمد می کند. می گوید شخصی در آمریکا به او وصل می شود. با آقای ناشنا شدم. خود پرسیدم که چی کار می کنی؟ اینو گفت من تو کار سکیوریتی کار می کنم. از او میخواهد هنگام رفتن به ایران این دستگاه ها را به مکان های معلوم برساند و اینا باید برسه به دست اون آدمایی که من آدرس براتون میفرستم. ما هم آدرس ها رو که ایشون فرستاده بود و تا پول اضافه هم بهت میدیم، اینا رو سریع برسون به این آدرس. چند عدد از این دستگاه ها به خیابان خیام زاهدان ارسال میشود. چند تا رو گذاشتن توی ماشین فرستادن، چند تاشو به زاهدان. به اینجا دفتر مولوی عبدالحمید امام جماعت مسجد مکی زاهدان. بعد از آنکه این خبر در رسانه ها علنی شد، دفتر عبدالحمید بیانیه می دهد و می گوید تهمت و افترا زدند. او به این تکذیبیه اکتفا نمی کند و در خطبه های نماز جمعه هم می گوید به یک سری اتهامات و دروغ متوسل شدن و فرافکنی دروغ و تهمت و افترا. اما پسر باجناق عبدالحمید و مسئول دفتر حافظ طیب میگوید قرار بود این دستگاه ها را تحویل بگیرد. حافظ طیب گفت که دستگاه اینترنت استارلینک میخوایم بخریم واسه مسجد، خوبه قطع نمیشه. مولوی گفت من یک مودم استارلینک سفارش دادم داره میاد، که با استقبال حافظ محمد طیب مواجه شد. زنگ زدن به بابا و بابا من گفت شما بیایید این دستگاه رو تحویل بگیریم. باجناق معتمد عبدالحمید هم این دستگاه های ماهواره‌ای اینترنت را به مسجد مکی برساند. زنگ زدن که بیایید ماهواره‌تون ببرید. من و بابا میریم دستگاه رو تحویل میگیریم. که در این مسیر تحویل توسط ماموران امنیتی وسایل ارتباطی ضبط و افراد بازداشت میشوند. چشم‌های نظارتی متوجه شدند. هدف مسجد مکی از دریافت سیستم اینترنت ماهواره‌ای برقراری ارتباط امن با مبدأ ارسال کننده این وسایل در آمریکا بوده. سامانه استارلینک ارتباط رو از راه ماهواره برقرار کرد تا معترضان بتونن سازماندهی کنن. سازوکار ما اینه که هر ایرانی، هر آمریکایی ایرانی کمک مالیش رو به حساب ویژگی این پروژه واریز کنه تا از این دستگاه‌ها بخریم به کمک قاچاقچی‌ها وارد ایران کنیم. دارن دستگاه‌های بیشتری رو وارد ایران می‌کنن. الان هم که CNN گزارش داده دولت بایدن در حال چانه‌زنی با ایلان ماسک. در چتر اطلاعات ماموران امنیتی ارتباط دیگری از عوامل این مسجد با رسانه‌های تروریستی فارسی به دست آمده. پرونده‌ای که سایر ابعاد آن با توجه به اهمیتش توسط نهادهای امنیتی در حال بررسی است.